امینی عزیز، پیشتر احمد شاه امین آمده بود و گفت که من افطاری میکنم، یانگه فکر میکنم برایش که از او غذای و آوایی جور کرده بود. ما ببخشی، ما گپ برادر آخرش نفهمید، گفت یک دست هستم چه قسم؟ یعنی یک نانچی که با یک دست کار میکنم. من نظر ما همین رقم فهمید، یا یعنی یک دست هستم. مثلا نانچی کن استاد عزیز، چه نانچی نانچوک با دو دست بازی میشه، منتها ما با دست و چپ و راست همزمان بازی کردن نمیتونم. این نقصه دارم، منتها خب باز برعکسش، باز چوب خوب بازی میکنم، چوب مثلا از نانچوک باز بهتر بازی میکنم. بیاد ورزش، البته یک زمان یک تیک تاک داشتم، یک چوب بازی مانده بودم برای عزیزا، منتها خب من زیاد اتار خواستار مشهور شدن و یک انسانی هستم میخوایم هم تو چی میگن مخفیانه زندگی بکنم، زیاد به مشهور شدن علاقه ندارم و از 7 سال 8 سال میشه در دنیای مجازی هستم، از همچنان که رامین جان نظری یا رامین جان که در جرمنی بودن لایف میان بدن، ما از او زمان ما به ارتباط با این مسائل صحبت داشتیم، منتها خب من شخص خودم علاقه مند یا استعدادش ندارم که من لایف بیایم، دوست دارم با عزیزات شنمده یا کمی هم صحبت داشته باشم، همین کفایت میکنه برام. خیلی خوب است، خیلی خوب است. میتونی که در ورزش تکواندو دو بخش داره، یکی بخش سپارنگ است که فایت میکنن با وزن، مهم است، مگم بخش دیگهش در پامس هم میگن تخنیک است. میتونی که اگر که بیایی در تخنیکش یاد بگیری، او باز با سن سال از به کتگوری میشه، از 18 تا 30 است، 30 تا 40 است، از 40 تا 50 است، از 50 تا 60 است، 60 پلس است. دیگه در دو بخش است تکواندو. یک بخش دیگه هم داره برام بنام کسایی که معیوبین هستن، یک دستشان مثلا از دست نیست یا از آرنج نیست، او را به نام پارا اولمپیک میگن. ما در او بخشم خودم هم کوچ هستم، هم اترفری هستم و در بخش ایبل بادی هم هستم، در بخش پارا هم هستم، یعنی در هر دوش من رفری هستم، هم آی آر هستم، انترنشنال رفری میگن که ما ای و کورس ها را گرفتیم تمام کردیم 2015 2019 و آخرینش هم که 2019 در مانچستر بود، برای 8 روز 10 روز ایران تمام کردن دیگه، چیزی دیش نمون دیگه. در آینده اگر بتانم ایجوکیتر شو، کلاسیفایر شو، این چیزهاش دیگه شو باش های سادن چیزهای موی موی میشه که گرفتین دیگه، مشکل نداره دیگه. استاد اگر ممکن است لطف کنین، شما از کدام بخشی که تگماندو هستین؟ ما فکر میکنم در تگماندو هم مثل کنفو چند بخش داریم و چند اسم داریم، مثلا در کنفو مثلا کنفو تایچی داریم و کنفو توا داریم، و همچنان در بخش تکواندو آی تی اف داریم و فکر میکنم نام دیگهش فراموش کردیم. اگر میشد اسمای زمیا رو لطف کنین، با کنان بخش هستین خودتانم ممنون. من از کمربند سفید تا سیاه در آی تی اف بودیم، که آی تی اف از نورت کوریاس که انترنشنال تکواندو فدریشن میگن، و تکواندوی WTF که World Taekwondo Federation است که مقرش در کوریا است، در ساوت کوریا است، و ما فعلا تا کمربند سیاه در ITF بودیم دیگه. ITF دیگه رابطه و ارتباطی نداشت به دنیای خارج، دیگه استاده هم نبود دیگه، باز ما رشته خدا چنج کردیم آمدیم به WTF. آلی WTF هم افش از بین بردین، WT ماندین، World Taekwondo که سال 2016 افه گفتن که ضرور نیست، World Taekwondo شده. World Taekwondo دو اولمپیک است، World Taekwondo در 2000 در اولمپیک آمد که در سیدنی بود، وان از 2004 شم در آتن بود، 2008 شم در چین بود، 2012 هم در لندن بود، استراتفورد، باز در چی بود؟ در برازیل، حالی هم در پاریس هست، باز 2028 شم 28 شم در لاس انجلس هست. اگر ما بتانیم، اگر که کنکشن ما خوب باشه، ما حتی
در 2020 تا ژاپن رفتم، تاپ 30 رفری آمدم در المپیک. باز بعضی ملحوظاتی که داشتن دیگه در هر جایی باز شناختت که زیادتر بهتر باشه، باز میتونن که تو را در اوجا ببرن دیگه. اینی کارا داره دیگه، ما تابالی دست از شده نکشیدیم، گفتیم این تابو شکنی را باید ما بکنیم، در اوجا هم باید جای پای داشته باشیم دیگه. ایتون استاد عزیز، سوال آخری که دوستا اگر سوالات داشته باشن بلد خود به مسائل ورزش. سوال دیگه گفتی کانفور، استادای و کانفور ما میشناسم، پیشش در پاکستان یک استاد مرزایی میگفتن دیگه. ما در کاراته که کشن قایم کار کردیم، یک استاد بود از ایراد بود، خسروبری سید نورالله عماد بود دیگه. در کابل هم در پهلوانی هم ما کار کردیم، پیش کسایی بودن که دوستای خود ما بود، ما بخی صحیح کار میکردیم یعنی دیگه. در دواش که ما رفتم باز ما تکوندو را دیدم که خوبتر برتر از از دگاش یعنی با کل من سوال از... من سوال من دقیقا همینجا بود استاد، حداقل امروز، در امروز یعنی جهان امروزی که ما میبینیم، بیشتر خانم ها یا دختر خانم ها علاقمند ورزش تکواندو هستند. سوال در اینجاست که چی امنیت بیشتر از بقیه ورزش ها در تکواندو وجود داره که من شخص خودم رو نتونستم پیدا کرده. من فکر میکنم درگیر شدن بیش از حد به دیگه ورزش ها هست و در تکواندو نیست. من فکر میکنم یک علتی باشه و سوال اینجاست که چرا بیشتر از دختر خانم ها امروز به تکواندو علاقه مند هستن نظر به ورزش هایی که مانند فری فایت یا کانفو تکواندو کانفو پالوانی و اینا هست. آیا ای از امنیت بیشتر تکواندو است، از درگیر شدن بیش از حد نبودنش هست، یا که کدام خوبی های دیگر در داخل تکواندو وجود دارد؟ در صورتی که پول و ثروت بیشتر در درگیر شدن بیشتر است امروز در داخل رنگ، شما هر کسی که امروز در رنگ او را که میبینیم که اگر میتونه بیشتر بزنه، بیشتر خونین بسازه، حریفشه او دستش بالا میشه، به عنوان یک قهرمان شناخته میشه و پول بیشتر و ثروت بیشتر و همچنان شهرت بیشتر به دست میاره. در صورتی که در تکواندو این مسائل کاملا ممنوع است که ما شما به بقیه ورزش ها میبینیم. آیا ورزش تکواندو صرف برای صحت کار میکنه، برای شهرت و اینا و پول پیدا کردن نیست، یا که غیر از این است؟ اگر شب میت کمی روشنی بتون به مرتبط. خوب است، ما به نظرت احترام دارم، سوال خوبی کردی. ورزش تکواندو ورزش المپیکی است، گفتم که حالت خشنش از شوس کردین، و ام ام ای سپورت های مکس مارشال آرتس که مختلط میگن که از پهلوانی است، از جیجیتسو است، از تکواندو است، از دیگر جا. یا که میروند در ثروت بیشتر که میخواین که ات پیدا بکنن و بر مدتی است، مگم ببینی که یا لبش پاره است یا بینیش شکسته است یا گوشش پاره است، یعنی قواری اما خدادادی که برش داده دیگه، او را باز نمیتونه که با او پولی که داره و آورده و ثروت کرده و جمع کرده او را دهو نگاه کنه. و ایر اروپایی ها خوب خودشان میدانند، خیلی بهتر از ما و شما میدانند که به خاطر که در ورزش تکواندو او قدر ات ماسترهایی که دارن نیست، و اگر بخواین پروموت بکنن تکواندو را، پروموت که بکنن تمامنش مردم های کوریایی و آسیایی دارن که در اینجا میتونن که بسیار نتایج خوب دارن و کمربند های بلند دارن و با تجربیات خوبی دارن، و یا نمیخوان که تکواندو رو پروموت بکنن، منعیس یک فوتبال واره، منعیس کیک بوکس واره، ام ام ای واره، یا میخوان که مردم زیادتر به طرف ازیت جمع بکنن و ثروت از دیگرها جمع میکنن و آوردن و ام ام ای جور کردن. و ام ام ای برات معلوم است، من گفتم که مدت می باشه،
و قهرمان المپیک کسی می باشه، اینا میتونی بیاری یک امی اگه بخوای که بگی بیا لباس تکواندو را بپوش، کلا را بپوش، این قوانین این سیستم ببر پیش، مگم یک تکواندو کار را بسیار به سادگی را ناکاوتش میکنه. و ام ام ای که هست همین سپورتای مختلط کیک بوکس که چیزا میگیم یا تای بوکس، یا دیگه نتونستن که در المپیک خدا برسانن، بسیار در تلاش هستن، شاید در آینده کاراته از المپیک بره به خاطر که تماشاچی ندارن. تماشاچی المپیک میخواد که زیادتر سر تو ورزش های کار بکنه که تماشاچی زیاد باشه و سپو خشن، حالت خشن دهش نباشه، کسی معیوب نشه، کسی زخمی نشه. حتی در تکواندو بوکس ضرور نیست که در روی بزنی، میگه بوکس که میزنی فقط در تخته سینه، نم جایی که برای چیز به اون اندازه میگه اینجا بوکس بزن، یا حتی در گردن اگر بوکس اشتباه بخوره انتنشنلی اگر اکسیدنتی باشه یک دفعه چیزی نمیگه، بار دوم جریمه برش میده، میگه که تو حق نداری که باید بزنی در روی. حالا روی رسیم سر خانما و دختر. دختر خانما گفتی تکواندو است، خودت بیشتر گفتی که جای امترین است و در باره المپیک تکواندو است، در المپیک است این چیز و برابری و مساوات است. مثلا اگر که در هر وزنی که تو مردا هم است، در وزن و دخترا هم است، یعنی چهار وزن در المپیک داره تکواندو، چهار وزن بر مردا است و چهار وزن دیگه بر خانم هم است. و تو نمیشه که یک ورزش مثلا بر میل باشه بر فیمیل نباشه. تکواندو و المپیک یعنی خاصیتش اینه میست که در هر بخش چی مرد چی زن استعدادش داشته باشه، فرق بین از این نیست و در آینده بعضی و چیزهای دیگر هم شاید عد بکنن که کسایی که مثلا نیمه مرد است نیمه زن است، یا نیمه زن است نیمه مرد است، او هم در آینده سرش ما گرفتیم و در ساره او هم سرش کار است که در المپیک هم و هم شامل شوند، یعنی همه چیز برابر و مساوات است. و تکواندو یک کسی که میاد تکواندو کار میکنه مثل یک فامیلی واری است، ولی مسابقات فامیلی هم است، پسر بچه دختر مادر میان در پامسر در تخنیک کار میکنن، تیم هم است، پیر هم است و اندیویجوال هم است. و تکواندو زیاد سرش نمیپیشیم، خود مقصد خوبی های بسیار زیادی داره که تا بالی سرش نرسیدن و تکواندو زیادتر سرش کار میکنه که اپدیت باشه با جهان امروزی برابر باشه. همین گفتم یک برنامه بگی امروی مزنبل عزیز در مورد ورزش ها امی در باره تکواندو و اونجا دوستا بیاین و خیلی علاقمند ورزش ما دوستایی داریم و با تمام پرسش های دوستا پاسخ ارائه بکنن و انشاءالله اون برنامه هم ثبت شوه و برای مردم ما کس تقدیم شوه و تفویض شوه، چون این رشته برای ما خیلی مهم است و خودت هم کس یک شخصیت البته مسلکی هستی و این برنامه را مزنبل برنامه های ذهنیت سازی داره و برنامه روشنگری هم ما داریم و این برنامه ما زیر پست شهر چی میگذره و چون این برنامه هم که هست یک برنامه گزینشی هست و یک برنامه البته رویدادی هست نه گزینشی، گزینشی ما در برنامه هایی هست که او را تنظیم بکنیم بیا نمیفهم از خود اکاونت ینگه بیاین دوستا لطفا که هست به امین اگر بتوانین هر چقدر که میتوانین گل چیزا بفرستن دیگه نمال وقتش است که ما یک ورزشکار ما باید کوشش بکنیم چی میگن را تشویق بکنیم اگر از این اکاونت بیای نور الان نور گلبارانت کنیم و اگر از اکاونت خودت هم میتونی باز بکنی یا داشته باشی از اون اکاونت امیل کار دارم امیل سرشون هیتون نشته دارم یک کس در اونجا نشته کرده که میگه مسیح دان و بیست هستم او کدام اوغان بوده باشه و هم قندانی یا هلمندی هست او ستمیز بابا ستمیز بابا ستمی ها ستمی از باره مذاق میکنه بازم باز سلام ستمی بابا بیاره امین جان گفت بزه امین برادرم هست مخو مخو یک شاگردای بسیار بابا فایز سالیس باش همینجا باش با گپ بزنم
هر کسی که هستید تکواندو تا سیاه دان نو داره، از نو با بلند نداره. وقتی که مردی سیاه دان در برد میتن دیگه از بلند نیست. نه این کس ما ایره بالا میارم. باش علم عزیز اما پایان بیارم. ستمی عزیز لطفا بالا بیا. این ستمی که هست ستمی هم نیست، این اشرف غنی احمدزاده است. خب یک بار بالا میرم. فایق عزیز، استاد فایق عزیز، امی علم پایان بردین، یکی از فارسی زبانای سرزمین بود. اجازه آخرین صحبت ها را برش میدادین، ازشان سوال میکردین که اگر ما پایان میرم، ما پایان میرم دیگه دوستا را بیار. پس بیارنش بالا، آخرین صحبت های خود داشته باشند. بعد اگر خواستن برند باز، نرفتن باز، ما جای ما برشان خالی میکنم. من دوستی که نزیر است. استاد نواب گرامی، سلام برات برسه با فامیل نازنینت. دیگه فقط و گپایی که با گفتی به تقریبا 3-4 بار برای استاد گرامی گفت که فایقه پیام برسان مرا نزدیک و من متاسفانه که نتانستم. من دیدم استاد چند بار از نزدیک، دیگه انشالله باز میبینیم. بازم سلام خاص به خودت، احترام خاص داریم به خودت استاد نازنین. تا کمربند زرد ما کار کردیم، خیلی فارمور هم حال یادم رفته. اگر نه خوب همی ما بسیار خوش داشتم سایکیک هم بسیار دیگه من تو راست استاد میکردم. اگر یاد استاد باشه خیلی خیلی وقتای خوب بوده که پنشیر خیلی خوردم ما بودم. دیگه بازم استاد نازنین سلام برست، اما پایان میرم دیگه دوستای دیگه رو بالا بره. تشکر استاد نازنین. خدا نه و کالای تر هم گرفتم، تو خود لیبیا بودی، نه کالای تر هم میپوشیدم، کالان هم بود در جانم. باز ما رو شور نتیم، آی رقیه ما خواسته گرفتیم دیگه، تو فارم میگی، فکر میکر، ما یاد نداریم. برادر به خدا فلای فرانکی کرده که عبدالعی فایق را فلای سایکی کرده که مثلا نن میزنم، باز او رقمی نیست، خب باز آدم باز نشان میده، استاز نواب نه؟ ما را دستکم پایان رفت. ما هم دیگه داشت پایان شد. پایان رفت. دوستای عزیز، چون بحث ما بحث ورزش نبود، چون امین بسیار برای من یک آدم مهم است و خیلی سالها با هم که از زندگی کرده ایم و خیلی خاطرات عجیب غریب داره. والا دیگه لایف نمیشه آدم بگویم از چیزه و والا این شب با امین صحبت کردیم، البته با احمد شاه امین عزیز و چی میگن رفیق طفولیت ما و با خود نواب عزیز، این هم که هست رفیق خیلی عزیز ما بود و خیلی خاطرات جالب با هم داریم. دیگه به هر رو انشالله باز امین عزیزم میاریم در یک برنامه لایف. چون ببخشین ما میخواستم که بیایم لایف، در اکانت خودم فالوورز ما کم است، دیگه ما باش ما چیز کردن نمیتونیم. بازم در اوجا ما هست میتونیم ببینیم اتون. مقصد از او اکاونت هستم، من حرفایتان رو میشنم، کسی سوال دارم من فعلا هستم. از او اکاونت اگر میتونی از گوشی ینگه بیا و اینجا یک قلب بنویس، بعد از او دوستا خودت که از تعقیب بکنن و میگم که دوستا تعقیبت بکنن اگر میتونی. گپ خوب است. دیگر روی هم رفته مزنبل عزیزم، ما فکر میکنم آنه در ورزش کار کرده، ای هم دست پایش کم کم شور میخوره. حالا اگر ای هم قصه داره، هر کس یک قصه خود داره. بعد از او آجی صاحبم هست، فکر میکنم که میاییم پس سر اون بحثی را که ما آغاز کردیم، پیرامون زیر شهر، زیر پوست شهر چی میگذره و نواب امینی هم که هست، آدم سیاستمدار هم هست و از نامش معلوم است یک خراسانی است. نواب عزیز، بحث ما یک بحث بسیار مهم بود، پیرامون طالب ها رفتن، این لاغستانی ها و حیوان های ما قبل از تاریخ رفتند و منزوی تر از دهه 90 شدن و همچنان بحث چی بود متقاعدین یا کسایی که بازنشسته هستند، اونا بازنشستگی پولش حرام شمرده شده توسط این لاغستانی ها و این حیوان های ما قبل از تاریخ که شما با اون طالب میگید، ما حیوان های ما قبل از تاریخ برایشان میگویم. و پارلمان اروپا هم که از شرم همیشگی و تاریخی بر جوین افغانیت را تصویب کرد که بیناموسی این تبار در مقابل بانوهای تاجک و ازاره را که از پارلمان اروپا که از به قانون در آورد و اون را توشه و تصویب کرد که
ما شما را تا زمانی که انسان مطلق نشدین از وحشیگری نبرآمدین و از تجاوزگری و ستمگری نبرآمدین، ما شما را به رسمیت نمیشناسیم و این به یک قانون تبدیل شد و این بزرگترین شرم به جبین افغانیت هست و مبارک و خجستباد برای این نواسه های احمد خان ملتانی. و همچنان اینجا گرفتن حقوق بازنشانه و و و و گپ آخر ما در این مورد بود که انشالله و رحمان آمادگی های هست برای داخل شدن به خراسان، سرزمین خورشید. و نواب عزیز، ما اینجا یک دولت در تبعید ساختیم و تقریبا نکنیم سال میشه ما اینجا واقعا مصروف عجیب غریب هستیم که حالا دیگه دولت ما رشد کرده، جا افتاده، این درفش کاوه هست، درفش کاوه آهنگر، قانون اساسی ماست و همچنان سرود ملی ماست، واحدهای پولی ماست و شناسنامه ما هست و همچنان قانون اساسی ما هست، رزمندگان ما هست و همچنان رزمندگان خراسان و یگانه های هدفمند ما هست و الحمدلله خیلی تلاش کردیم و یک تیم خیلی منظم جهانی داریم، لابیگرهای خیلی منظم و خیلی چیره دست و کارکشته داریم. تیمای ما در اروپا بیشتر که از فعالیت دارند و همچنان الحمدلله روند روشنگری، روند بیدارگری، روند البته سیقلکاری ذهنیت ها بسیار به شکل قصدمند، روشمند و به شکل بسیار هدفمند که از دار انجام بشه و این فضل برمیگرده برای ما و شما، برای تمام ما و شمایی که در این راستا قدم زدیم و قلم زدیم، زحمت کشیدیم، محرق ریختاندیم و البته از تمام امتیازات مادی و معنوی که از محروم شدیم و بالاخره این دولت در تبعید ما ساختیم، به ملل متحد راجش ساختیم. تقریبا چیزی کم یک سال میشود که این جزء از دولت ها شود ولی تا کنون که از ما پاسخ نگرفتیم. ایالات متحده خراسان USK باید از که است ثبت نام ملل متحد شد. این حق طبیعی ماست به خاطر که ما 117 هزار شناسنامه به خراسانی ها که است توزیع کردیم و شهروندان خراسانی ما مثلا یعنی فعلا هم که از نیازمندی های هم باشه ما میتونیم تکافو کننده دولت ما باشه و خیلی زحمت کشیده شده و الحمدلله فعلا یک متکای تاریخی، یک ایستگاه ارتباطی ما بین خراسانی ها ایجاد شده و انشالله و رحمان این روند که از با دولت تاجکستان در صحبت هستیم بودیم و البته تقریبا سال پار بودیم و اکنون هم بازم که از طریق های صحبت ادامه داره که ما نیاز داریم برای باز کردن دالیس در منطقه بدخشان برای کرفر و از اونجا روند سلاخی را آغاز بکنیم و این حیوان های ما قبل از تاریخی که آمدن سرزمین ما را شغال کردن، زمین ما را و زور و زر ما را که از فعلا که از بدنیا علاقه صادر میکنن بروفانیم به کوهای سلیمان. اوغان از کوهای سلیمان آمده مهاجر است و باید از اینا پس کوهای سلیمان بره. گندهارا سرزمین من تو هست، هلمند لشکرگاه مسقط رسم و تو هست و اونجا سرزمین پارسی زبان ها به ویژه که از تاجیکا و هزاره ها بوده ولی افاغنه و اوغان کسی را تصاحب کرده توسط روس تزار و بریتانیای کبیر و انشاءالله نسل ما باید از این را که از پس دوباره که از بگیره و ما مصمم هم هستیم بیاری از دان سطر و سه بار هم که از اوغان که از ما کوهای سلیمان نرفتاندیم ولی تا مرزهای امی فعلی که هست ما رفتاندیم. در زمان البته خود ابو مسلم خراسانی که در اون زمان که هست مرتزقین هم بودن، عرب بود بیشتر، عرب اوغان بادنشینی ها و در زمان ایبلای کلکانی رفتاندیم و زمان احمد شاه مسعود درست رفتاندیم و انشالله جایی که آب رفته بازم میره و ما عزم ما جزم تر شده و امروز که دیگه تعفن اوغانیت استاد نواب به سرعی ها رفته، پستی و پلشتین تبار همه جا گیر شده و امروز دیگه هر ایوان مفترس وحشی که پرسان بکنه اوغان میگه قاتل، اوغان میگه ولنگار، اوغان یعنی هوچیگر، اوغان یعنی انسان کش، اوغان یعنی تمدنگریز، اوغان یعنی کتابسوز، اوغان یعنی تجاوزگر.
ما بیش از 17000 خراسانی بندی داریم و تقریبا 1800 بانوی خراسانی فعلا که از در باشگاه ها 1800 مادر ما از سوئیس گزارش را که نوشته کرده بود، البته اون تقریبا برای 1800 بانوی خراسانی کنون که است در سراسر ایالات خراسان بندیستن، بازداشت هستند، به اونشان تجاوز میشه و بناموسی میشه و همین گونه که شما در جریان هستن با بانوها فعلا در سطوح مختلف ارینای سیاست دادستان میشه. به این معناست اوغان برای ملل متحد میگه او ولی ما زنا را میخواهیم که از برون درس بخوانن ولی امتیاز سیاسی برای ما بده، او ما میخواهیم که زنا که از مکتب برون ولی برای ما امتیاز، یعنی بالای زنهای ما حالا داد ستوت که از اینا، یعنی دستارخان باز کردن. این را باید ما اتقاد بکنیم و در مقابل اینا استاد شویم و در مقابل کالتوس چون اوغان با قلم که از باور نداره، با ادبیات باور نداره و زبانشان زبان عنف است، زبان تفنگ است، کالتوس است و ما به درکلیف خطای از منظرگاه آسیب شناسی اجتماعی که از مرتکب شدیم مسئله بود که از ما دیدیار شدیم و دیاک شدیم و قلم خدا که از مونده. در جامعه پسا جنگ و جامعه قبیلوی و هوچیگر قوقاسالار نباید تفنگ ببانی. یکی از پروفیسورهای دانشگاه کمبریج کتابی در پیرامون احمد شاه مسعود نوشته کرده و خیلی سفرهای گوناگونم به خراسان داشته، به ویژه به کچکنه. در اون کتابش میگوید که دو نفر ایجگاهی که از تسلیم ناپذیر بودن به دلیلی که از صلاح خود که از نماندن، یکی ایبلای کلکانی، یکی از احمد شاه مسعود. دیگر رهبرایی که صلاح خود ماندن توسط افاقینه و اوغانیزم سلاخی شدن. پس به این معنا که ما از اون یادداشت‌ها و اون کتاب و اون مرد بزرگ که استفاده درست کردن نتوانستیم، ولی هر وقتی که ماهی را عذاب گرفتیم تازه هست. حالا ما فهمیدیم که برای تامین عدالت از دو گزینه باید کار گرفت، هم قلم و هم تفنگ. دیگه ما تفنگ خدا که هست حالا الحمدلله در دست راست ماندیم و قلم خدا که هست در دست چپ. این را که هست اینجا انتقال دادیم و این که هست برای کلاشینکوف هست، کلکوف هست و همچنان راکت انداز و دیگر سلاحایی که لازم هست. و اکنون مسلح‌گرایی مهم است برای ما به دلیل این که یک اوغانی که دغمگه با اون خشتک متعفن، با اون ریشای جوریده، با اون سر شپشپر که هست از المن چی میکنه آمده در سرزمین خورشید؟ چه میکنه آمده در اندراب ها؟ چه میکنه آمده در بدخشان ها؟ چه میکنه آمده در شمالی بزرگ؟ چه میکنه که آمده در کچکنه؟ طبیعتا اینا برای چی آمده؟ اینا برای زمین آمده. حالا میبینیم کوچی ها هم که از یعنی اسکان برایشان که از اون پدر مرعون استاندار اوغان کوچی هلمندیه که در پنشیر میگه، ما برای این وزیرستانی ها که از اسکان مجدد ساختیم. دیگه به هر رو این بیعدالتی ها که از وجود داشته نواب عزیز، تمام دغدغه فکری و لقلقه زبانی ما امین هست. پلان ای مام امین است، پلان بی مام امین است، پلان سی مام امین است. دیگه ما هیچ پلان نداریم جز امین داخل شدن بر خراسان، گرفتن قدرت، تمرین قدرت و قدرت سپاری. این نگرش ماست، این باورهای ماست. با باورهای خود هیچگاه شک نکردیم و با شکای خود هیچگاه باور نکردیم. پس این بود برنامه امروز ما. والله لذت بردم، کیف کردم، حال کردم. اینه ببینین که در بخش ورزش هم ما آدم های متین هستیم، آدم های هستیم که ورزش دوست داریم و در بخش شعر و شاعری هم که جز از اون ماست، در بخش هنرمندی و خواندن و همچنان نمیفهم یکان روز دوستا بیان در باره رقص های گوناگون صحبت بکنیم و ببینیم که هست در باره رقص ها کی چقدر معلومات داره. درباره شعر شاعری که هر بدخشی و پنجشیری شاعر است در اون شک نداریم. بیایم در بخش های دیگر هم صحبت بکنیم، در بخش های مثلا عطر صحبت بکنیم، چه نوع عطر که از بیلن دوست داره و چه نوع گلها را دوست داره، چاکلیت ها را چگونه دوست داره. ما در بخش های گوناگون هم صحبت بکنیم که مردم فکر نکنه ما فقط زد اوغان هستیم دیگر این چیز را نمیفهمیم. خود زندگی لعنتی هست. به نوبت هم شاید از ما باشه و دیگر موضوع کاملا شخصی شد، به گپ انحرافی رفته. با مذرت مذرت از همین مسئله عفو و معذرت مرا بپذیرین، شب مورد عفو قرار بده. اول والا بجاب سلام مجدد خدمت استاد گرامی و جناب مجمل تا و دوستای حاضر در لایف. صدای پایان است، صدای پخش است.
صدای ما درست نمیه علی؟ بفرمایید. حالا درست شد. گفتم عرض سلام مجدد خدمت جناب استاد و دوستای حاضر در لایف. کمی بحث منحرف شد، خو خیر، به هر صورت معذرت میخوایم. پیشتر کسی که آذان داد، وقت آذان بود، بود من نتانستم ادامه بدم. من اون وقت آذان نوبت ما رسید، اما ما باز رفتم. مشکلات ها در جامعه ما و شما استاد گرامی هست، هر کس به نوبه خود مثلا چشم دیدای داره و تجربیات داره. من حیث یک عسکر یا نظامی در نظام می متاسفانه 20 سال خدمت کردیم و متاسفانه به این خاطر میگم که ما یک وقت امیدوار بودیم که ما به یک دولت خدمت میکنیم که مربوط به ماست، و در حالی که ما در یک خواب و غفلت و در یک فریب عمیق بودیم که با معذرت که کمی صدای من ششتگی آمست، مریض هستم دور از جانتون، خواب و غفلت بوده که به مدت 20 چند سال وظیفه اجرا کردیم، گویایی که ما خدمت به وطن خود میکنیم، در حالی که نه او مرامش از ما بوده، نه بیرقش از ما بوده، نه او سرودش از ما بوده، نه هدفی را که ما به او خدمت میکردیم نتیجهش مربوط ما میشده. این مطابق یک پلان خائنانه و فریبنده به چشم ما یک چیزی را نشان میدادن، ولی در پشت پرده کارهای دیگه جریان داشته که باعث بانیش هم بعضی از بزرگای خود ما شدن. ما خود بزرگای خود ما را در غفلت نگه داشتن و ما را فریب دادن و گوسپند دست بسته بدر گردن بسته پای دست بسته پیش روی تیغ دشمن انداختن، و این باعث بود که در مدت 20 سال ما به قوی ترین عزیزای خود دست دادیم. ما رفتیم المند نگاه کردیم، ما رفتیم مرز میرامشاه را نگاه کردیم، ما رفتیم مثلا باجور و مرز گشته را نگاه کردیم به پاکستانی و به لشکرهای نیابتیش، به ما چی اصلا؟ و جایی که مربوط ما بود تو را ماندیم که در اوجه دشمن نفوذ کنه، بندل بندل، لشکر لشکر، قطار قطار باعث مهاجر از پاکستان آوردن در اوجه جابجا کردن، زمین مردم ها زمین دولتی گفته توزیع کردن، کم جور شد. روزی شد که در کلگای مسجد دستر سرک جور کردن، چنده هم از خود مردم جمع کردن، از محترهای کبور میکد به طرف مزار، ولی وقت قطار اردوی کل چیز که تکمیل شد، خوب قوت گرفتن، جای گرفتن، موتر اردوی ملی که آمد با امید بعد از چند سال در اوجا ماین پراندش. وقتی موتر رنجر پلیس آمد مثلا ماین پراندش. وقتی که یک مقام که مربوط تبار خراسانی بود یا تاجک بود یا ازبک یا هزاره بود که آمدن کمین زدندش، موترهایش زدن کمین زدن در امو که لگه در امو منطقه، مثلا جایی که گجرا در اوجا خانه کرده بودن یا دیگه مثلا نمی افغانای که باعث ماجر آورده شده بودن در اوجا منتقل شده بودن. این غفلت بود که ما بزرگای ما در حق ما کردن و ما را در خواب غفلت نگاه کردن. اما امروز که کار را که شما میکنی آگاهی دیگه میکنه یا بزرگای دیگه که قبلا میکردن که نادیده گرفته شد، امروز الحمدلله میگه شر بخیزه که خیر تمام مردم باشه. سر ما با سنگ خورده، سر ملت با سنگ خورده. امروز مردم میفهمه که ما در چه خواب غفلت بوده، ما در چه بدبختی و مثلا مصیبتی بودیم که اصلا از خود خبر نداشت، اصلا تاریخ خودم مطالعه نکرده بودیم، اصلا خود نمیشناختیم، اصلا راجع به گذشته خود معلومات نداشتیم. ما چرا باید تو غافل می بودیم؟ آیا نیاکان ما غافل بودن؟ بزرگای ما غافل بودن؟ بزرگترین دانشمندایی که در نسلهای پیش ما در این سرزمین وجود داشته که نام‌آور دنیا هستن
اونا غفلت داشتن نداشتن. نسل های بعد از او که از علم و از معرفت و از تاریخ و از آگاهی خود از تمدن خود مثلا به خبر بودن در غفلت رفتن و دیگران هم در غفلت فرو برده. توسط استعمار گپ آمدانه و قصدی صورت گرفته. مردم ما مثلا در این بدبختی فرو رفته. امروز گپ های را که از شما میزنیم این گپ ها میشنویم. ای گپا را هر کس اگر نفهمه ما میفهمیم استاد بزرگوار. بار بکن در هر لایف در هر گروپ پشت سر ما یک آدم مویسفید هستم. ما جوانا را همیشه تشویق میکنم، همیشه استدلال میکنم، برشان آگاهی میتیم که شما اگر ما تحصیلات بلند در همین رشته که جامعه شناسی نداریم، شما از استادای بزرگوار مانند شما، از دکتر صاحب پدرام، از این بزرگوارا بشنوی، صحبت ها از اینا را مستفید شوی، ببینی که ما کی بودیم چی شدیم. اگر 10,000 سال دیگه هم تاریخ تیر شد ما بگوییم که ما افغان هستیم، افغان ما را قبول نمیکن. ما به همین 20 سال بر ما کفایت میکنه که ما 20 سال یک دسته چک چک کردیم، یک دسته چک چک صدا میتا هم یک دسته تا مثلا هرچی بزن 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 در هوا همی صدا میتا نمیتا. یه فایده نداره. سر به خود پامیدی به خودت پامیدی یک دسته چک چک، یک دسته دیگه که در کف دست تو نخوره او فایده نداره. یک دسته چک چک کردن هر قدر تو بگوی ما افغانستان پامیده او میخنده میگه اینه لوره. آفرین ها راست میگی راست میگی راست میگی ها تو افغان هستی ای هستی کدن خر دگه کسی نیست که تو خود افغان میگی و افغان نیستی. دقیق مگم تو مسلمان نیستی فهمیدی که خدا گفته بود او هم لعبائهم با قرآن ایمان نداری که قرآن گفته ادعوهم لآبائهم. مردم با ذات پدرش مثلا شما خطاب کنه صدا کنه، هر کسی را با نسب پدرش صدا کنه. ما پدر ما افغان نبوده، هفت پشت ما افغان نبوده، هیچ هزار پشت ما هم افغان نبوده. ما چرا باید بگویم افغان؟ چی ما به افغان میمونه؟ از این کدن فداکاری، از این کدن تحمل، از این کدن بردباری، از این کدن انسان دوستی، از این کدن مثلا از خودگذری دیگه هست که ما 20 سال برای حفاظت از مثلا سلطنت افغان وظیفه اجرا کرده، اما در آخر تمام قربانی های ما، تمام خونریزی ما، تمام فداکاری ما، تمام زحمات ما نادیده گرفته شده و دسته مثلا به طالب تسلیم شده. دقیق دسته فامید ای را دادن به طالب تسلیم کردن. دیگه ما چی گفته؟ به کدام مثلا چشم رویم، به کدام چیز ما بخیدم خدا افغان بگویم؟ حفا میخواد شرم نیست دیگه ما برام افغان بگویم. چرا ما افغان بگویم؟ هر کسی که افغان میگه مثلا و او افغان نیست، امو گپ امو افغان مثلا غوله که گفته که هر کسی خدا افغان میگه و افغان نیست ارامیست، امو راست گفته بود. حالا امو راست گفته بود، امو خود دروغ نگفته. آدم حقیقت بگوه. یگان گپ راست از یک آدم خراب هم مبره. همه طور نیست جناب استاد. دقیقا حالا همه آدم آمد در تلویزیون گفت که هر کسی که افغان نیست و خدا میگه افغان است، او رخمان ما نمیگه افغان است، او ارامی است. بله حالا یک آدم خدا باید دسته ارامی خطاب کنه. حاجی صاحب محمد افغان بگه برفایتان مداخله میکنم. همیشه یکی از دانشمندهایشان در یکی از تلویزیون های وطن ما شما ششتگی است، زمان میغنی است، میگه کلچی افغان شو پشتون سو، کلچی پشتون سو افغان سو. میگن پشتون های پاکستانی
پاکستان ده پختون دی کم زای کو پاکستان پشتون از کجا کرد؟ میگن پشتون های پاکستانی پاکستان پشتون از کجا کرد؟ چی وقت که پشتون شد افغان شد؟ چی وقت که افغان شد پشتون شد؟ در اینجا سوال بزرگ ایجاد میشه، یعنی نظر به ای که کسی که افغان است یعنی پشتو صحبت میکنه، خب در این سرزمین کی پشتو صحبت میکنه؟ خب هر کسی که پشتو صحبت میکنه میشه او افغان. چرا تپک به همه میزنید؟ چرا که دانشمند دوش ای رقمی میگه پشتونهای پاکستانی در کون خود میچسبانه، باز این طرف باز او را امیره، باز ملیت یک 35 میلیون نفوس میسازه. اینجا خب فرق بسیار گنده تر از این میشه جناب. به این ارتباط یعنی آدم باید آدم به عمقش در آیه صحبت بکنم رایشان. همی گپ های ما باز قطع میشه، من نمیفهم باز چی گفتم. موضوع گپ ما ایچی نشه، اخلال نشه، ببخشید، معذرت میخوایم. دیگه اینمی مسائل هایی است که باید همیشه به جوان ها رسیده شد و خودت میرسانی. ای بزرگترین رسالت خودت انجام داده ای. خداوند عمر تو صحت مندی و سلامتی و طول عمر نصیبت بکنه، همیشه موفق باشی. بسیار کار کلانه میکنی، بسیار کار بزرگی را میکنی، یک رسالت عظیمه به جا میاری. انشاءالله که نام خودت در تاریخ از این وطن، از این مردم جاودان است. هر کسی بفهمه یا نفهمه، ما خبه از مردم مرده پرست هستیم. متاسفانه مرده پرستی افغانا در کلی ما هم سایه افغانده با زندگی قطعی از این مردم، زندگی مشترک با این مردم، خواصا و خصلت های بسیار بد از اینا، زشت از اینا در بالای ما هم ششته. ما قدر آدم درسته در وقتی که مثلا زنده است، در وقتی که جور است، در وقتی که مفید است نمیفهمیم. هر وقتی که رب باز میگیم اول عجب یک آدمی بود، اما فلانی بسیار قهرمان آدم بود، بسیار قهرمان آدم بود. همین دکتر لطیف پدرام 18 سال پیش آمد در تلویزیون آمد، در صدا کرد، گفت که بیادر اینمی غفلت را که شما مردم داره، سب و روز اینمی پلان خصمانه دشمن است. اینمی پلانی است که شما رو در خواب غفلت نگاه کنن، قدرت از پیشتان به تدریج بگیرن. باز اینمی مردم فامیل نوکر غلام باشه، چهار تا خارجی پاکستانی مهاجر آمدگی فامیل به دست به نام افغان سر شما باداری کنه، با خارج با داخل هم معامله بکنه سر سرنوشت شما، شما را بفروشه. چرا همه تو غفلت هم میکنه؟ ولی او را گفتن ولی این متعصب است، ولی متعصب است. آن او آدم متعصب 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 امروز تمام گپای رکو میزد گپش راست. حالا همین دولت فدرال هم فعلا کدام تا پنشیری در قندار میزد میتونه برای خانه جور کنه، بلند منزل بگیره. بدخشی میتونه، کدام ایراتی میتونه اموجا برای مثلا یک مسجد جور کنه، یک مکتب جور کنه. میتونه فهمیده اموجا یک نشریه نشر کنه، میتونه اموجا یک کاروبار، یک روزگار، یک خانه، یک دکان، یک چیزی جور کنه. نمیتونه. در جلال آباد اینمیال دستی 80% مردم مشرقی جلال آباد فارسیوان بود، امروز برو به عذاب پیدا میکنی مشرقی رو. فارسیوان افغان ساخته، فهمیده؟ در کنر ما دمی اردو وظیفه داشتم، در کنر یک منطقه است به نام پنشیر نو. نو ما شما هم نو میگیم، همی قول میگیم، قول همی جای سیل برده که از بغل کوه پایین میشه. یک دره کوچک است یه پنشیر نو. ما گفتیم این چطور پنشیر نو نام داره؟ این خوب کنر خوب کلش پشتون نشینه. او میگه ای خود سابق نبوده، این مردم یه پا حالی برآمده، مردم سابق یه بسار بودن، مردم بدخشان، مردم پنشیر، مردم فارسیوان، قوم های مختلف در اینجا زندگی میکردن، هزاره بوده دیگه بوده، کم کم یا پشتون شدن یا برآمدن رفتن.
فکر کن این به این انداز حال نمی ولسوالی کامک میگن نه سعید هستن کلگی سعید است فاطمی چطور اکایی فاطمی فلانی فاطمی فلانی همی یک فاطمی همی جا دانش بیادر چی واره تمام رو لابی میکنه سعید هم است بنف طالب و بنف پشتون اونمو خودش هزاره است اصلا اونمو پدر پدر کلانایش بابا و اجدادش به مذهب شیعه است به قوم هزاره ولی اونمو آنه بیادر آنه بزرگ آن سعید هستم فاطمی هم هستم پشتون هستم پشتون در کجا شیعه داره پشتون در کجا ازاره داره که تو بیادر تو پشتون هستم شیعه ازاره نیستم فاطمی خب آمده تخلصش معلوم است از مذهبش هست از نامش معلوم است که شیعه هست پشتون شیعه در کجا داره منطقایشان است در نقشه های نظامی که ما میبینیم در امی قندار و روزگان این امی هلمن این امینا کل اگه منطقای مثلا تاجک نشین و ازارنشین بوده ولی اینا به مرور زمان گرفتن خانه مردم گرفتن زمین مردم گرفتن تنها جایی که مثلا تا به این روز مانده او شمال است و در قلب شمال مثلا پنشیر امروز بردن در پنشیر در پریان حامده با ماجرای کوچی به اوجه شرک توضیح کردن در دشتک لنگرخان همیده بیادر شرک جور کردن میارن کوچی را جابجا کنن افغان پاکستانی را جابجا کنن سوارد باد مردم در خانه خود رفتن اتانا اینی جرم است این جنایت است این کاره که کسی که اگر در ایگه پا مثلا چشم پوشی میکنه و یا والا ما یک ملت هستیم ملت چی هستی تو با افغان که ملت شده میده او میگه که ما افغان هستم افغان پشتون است پشتون افغان است غیر پشتون فهمیده اگه میگه ما افغان هستم عرامی است تو منطق داری تو مغز داری تو ذهن داری کله داری تو نعمت را به نام عقل خداوند به تو داده که تو در موردش فکر کنی مردم میرفت که بیادر امی خانه و جای ما در قندز است در پنشیر است در بدخشان است در شمالی است امی 7 سال شده تو مرا بیادر در هلمند تعیین کرده ای امی هلمندی خودش انسان نیست میگه بیا وظیفه اجرا کنه جنرال هلمندی قماندان هلمندی آمر اپراسون قل اردو هلمندی پیجند قل اردو هلمندی عسکرش پنشیری و بدخشی و هزاره امی رای خداست ولی اگر نوبتی هم باشه قانون است و امید ما را تعیین بکنه به نوبت 7 سال تر کردم برم در ولایت تاجک نشین وظیفه اجرا کنم خیبیه تو وزیر دفاع شما میرم در جای تو هلمند ما وزیر دفاع افغانستان استم یا وزیر دفاع پنشیر یعنی منطقه است این باز بالخ مایی مگه بگویی درون بسازه بیرون بسوزه اگر نگویی درون بسوزه یعنی منطق استدلال ماست حال ما هرچی تف کنی سر بالا یا سر پایان میگه در بالا در روی در تا در ریشه در کدامش تف کنه یعنی منطق ماست بیاد تو خیب وزیر دفاع شو ما میرم در جای تو در هلمند ما وزیر دفاع پنشیر نیستم وزیر دفاع افغانستان هستم خواهی نمو افغانستان که امروز تو هستی وزیر دفاع امروز چرا ترا می خانه ترا خودت گریخته ای دشمنی قطی تو داشت امی دیقان پنشیری مثلا تولی و صفیچیری و درعی و عمرزی و مرتاچی در فرق کوب حامید رفته در اوجه عقل رفته در ایلاق دیقانش رفته زمینش اومده چرا امروز بیادر در اوجه پیردار طالب تعیین کرده فهمید افغان پاکستانی ره خود تو وزیر دفاع افغانستان بودی وزیر دفاع پنشیر نبودی لعنت به تو شوه بله عزیز صاحب قابل درک است من شما را کاملا درک میکنم نواب عزیز اگر شما میروین اجازه دارین فردا ممکن کار داشته باشین تمرین داشته باشین خیلی خرسند هستم
لطفا سلام های مرا به خانواده عزیزتان وسیله شوین، حتما بیشتر میگپیم و بیشتر چخچق میکنیم. اگر کدام گپ آخر داشته باشی نواب عزیز، گویا در خدمتتان است. از شما بزرگوارا صحبتاتان شیرین است، آموزنده است، قابل چیز است که آدم بشنوه و تحمل بکنه و چیزهایی که در گذشته بوده آدم باید اصلاحکاری بکنه، سرش بگرده و این در آدم فعلا که در کجا هستیم برای باید ادامه در نظر بگیریم و یک قدم باید ببانیم. دیگه از پیشتان رخصت میشم، فردا جای رونده استم. دیگه ما براتون گفتم که چرا در این روزا باز یک برنامه میگیریم، برنامه میگیریم حتما. یک جای را من آدرس میتم، بیا هر جایی که میگیم من میایم، تشویش نکو. مسئله مذاقت نکنو، حتما بخیر از نزدیک میبینیم. یک جای میشینیم، یک کمی بساب میشینیم، چخچخ میکنیم، یک کمی بساب قوا میروشیم، یک آن چیزهای دیگه میگپیم، با هم میگپیم. دیگه وقتتان رو نمیگیرم، از شما بزرگواران خواهش میکنم شبتان خوش، هر جای آرام باشه، دیگه رمضان خوشی در پیش رو داشته باشه. خدا نگهدار. خداحافظ جانم، خداحافظ. یالا بله آجی صاحب، ممنون از شما، ممنون از درد دلتان و امید که در بحث‌های آینده ما هم فردا ما یک برنامه داریم به نام روشنگری با جاوید عزیز است، رئیس خراسانی است، دیگه با مزنبل عزیزم که در بالای سرتان است، اونم برنامه داره. بیاین اشتراک بکنین و نقطه نظر خود که از شریک بسازین، تجارب سودمندتان رو با ما شریک بسازین، با نسل ما شریک بسازین. دیگه به هر رو من فکر میکنم که ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید که ما و شما جمعا ساخته مبنی بر اون افته های و خبته های خیلی خطرناک بوده، از گذشته آموخته باشیم و انشاءالله دیگر اون خطا را در این دولت در تبعید ما که داخل خراسان شدنی هستیم تکرار نشه. من فکر میکنم گپ آخر از صفویان عزیز است، میشنویم، بعد از او سرود ملی خراسان را میگذاریم و بعد از او باشگاه را بسته میکنیم که فردا من یک بلا کار دارم. واقعا من دیروزم برنامه داشتم و امروز برنامه انگلیسی داشتم و بعد از او دیگه برنامه داشتم، این برنامه را داشتم که واقعا خیلی خیلی برای ما تراکم و شلوغم بود. از صفویان عزیز میشنویم و بعد از او که از سرود ملی خراسان هم که هست ما البته می نوازیم و بعد از او که از باز باشگاه رو بسته می کنیم. صفویان گرامی، گویا در خدمت شما، بفرمایید جان. درود بر تمام عزیزان که در لایف هستن و پایین لایف هستن. استاد فایق گرامی، ما در طول یک هفته دو هفته می اوضاع را دیده میاییم به لایف شما، فقط من بعضی چیزها را مطرح می کنیم. ببینین همتباران عزیز، وقتی ما مبارزه خود شروع میکنیم، امی از شروع کار ما ای باشه، یکی هویت ما را باید در اپلیکیشن های خود نصب کنیم و دوم دیگه اسم خراسان را باید ببریم. این یک اتمی است که فاشیزم قبیله را مغزایش باد باد میکنه. آفره. اگر ما مبارزه را از اینجا شروع میکنیم، فقط این دو اسم جعلی را هرگز به زبانتان نبیاره. از کلاهایتان بشوین، پاک کنین، به خانواده هایتان، به طفله هایتان یاد بدین که شما کی هستین. بله. اگر شما اینمی اسم جعلی را هر بار و زبان میارین، از شما اولادهای شما میاموزن. بنان این دو چیز را ما مطرح کردم، باید این دو چیز استاد شوال کار کنن دوستای ما و ما موردای دیگه هم هستن، نمیخوایم چون وقت برنامه تان کم است، انشاءالله به برنامه دیگه باز ما میخوایم روی ازی هم صحبت کنیم. انشاءالله ما میشنیم سرود ملی ما را و اینکه خورشید از پشت این ابرها امروز که ما میبینیم چی درخشش میکنه، هر روز برای ما لذت بخش است و ما انرژی میگیرم. آرزو میکنم هم تباران عزیز، از هویتتان و از اسم خراسان یک اتم بزرگ در فرق فاشیزم قبیله بکوبید. این کار را باید همه بکنن. ممنون از همه شما که مرا بالا آوردین، سپاس میشنویم انشاءالله. باش ما فقط سرود که هست را می نوازم و اگر بتوانیم همه ما و شما زر با هم
هم میشنوین سرود شعرش از دکتر صاحب پدرام است و همچنان تصنیفش و خواندن جمعیش که از شفق سیاپوش است و میشنوین کیف میکنیم و بعد از او که از باز خداحافظی میکنیم یک لحظه واقعاً کیفناک است، واقعاً واقعاً که است، با شکوه است و اون مجد تمدنی ما را که است دوباره تازه می سازه. از همه دوستایی که اینجا بودن، از زردشت خراسانی عزیز، از خراسان انترنشنال که مزنبل عزیز را پیش می بره، از صفویان عزیز و از بیلم عزیز، از مزنبل خیلی دوست داشتنی و همچنان که از آجی آجی صاحب هم سپاس دیگه به هر رو دوستای عزیز خیلی خیلی یک شب نام مکمل ما رحمان محمدی است در واتساپ ما شما در ارتباط هستیم استاد محترم یک سلام دیگه هم بفرست در اونجا که ما باز نام مکمل یک سلام بگو یک های بگو که ما اونجا باز در حساب وی آی تی قدم های همه ما چابکتر و روان همه ما خراسانی تر باد و خراسان به پیش انشاءالله یالله یالله و تا درود دیگر بدرود.